در حالی که رویای خیس معمولا با پسران نوجوان مرتبطه و همه معمولا فکر میکنن برای اونهاست، اما از دوران بلوغ تا بزرگسالی معمولا برای هر دو جنس زن و مرد به یک تجربه رایج هستش و هر دو جنس اون رو تجربه میکنن. در واقع اصطلاح پزشکی که برای رویای خیس به کار میره شاید بخوام بگیم انتشار شبانه باشه. در این ویدیو میخوام درباره این موضوع صحبت کنیم و برخی از افسانه هایی که درباره اونها وجود داره درباره این موضوع وجود داره با هم صحبت کنیم. پس لطفاً تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. سلام، من رضوان شکارچی هستم، روانشناس، سکس‌تراپیست و زوج درمانگر. به کمک ویدیوهای آموزشی که میسازم من به توانمند شدن شما در زندگی جنسی و عاطفیتون کمک بسیاری میکنم. لطفاً اگر احساس میکنید که به این آموزش ها احتیاج دارید و دوست دارید که این آموزش ها رو ببینید، فراموش نکنید که سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم روشن کنید که به محض اینکه من ویدیو جدیدی آپلود کنم به شما اعلام بشه. همینطور اگر وقت مشاوره میخواید و یا میخواید در اینستاگرام با من در ارتباط باشید و سوالاتتون رو بپرسید، آیدی اینستام رو این پایین مینویسم، میتونید فالو کنید و اونجا با من بیشتر در ارتباط باشید. مثل همیشه فراموش نکنید که لایک کنید و یک کامنت در قسمت کامنت ها برای من بنویسید. خب بیایید اول با هم بررسی کنیم که ببینیم رویای خیس چی هستش. رویای خیس زمانی اتفاق میفته که یک فرد در هنگام خواب به دلیل دیدن یک رویا که میتونه وابسته به رویای جنسی و یک خواب جنسی باشه و میتونه نباشه، به اورگاسم و انزال میرسه. به اونها رویای خیس گفته میشه، چرا که وقتی که مردی در هنگام خواب این نوع رویاها رو داره، ممکنه که با ملافه یا لباس خیس بیدار بشه به دلیل اینکه انزال صورت گرفته، مایع منی خارج شده، مایع منی که حاوی اسپرم هستش و همونطور که گفتم به دلیل وجود انزال ممکنه خیس باشه. با این حال همین اصطلاح برای زنها هم به کار میره. زمانی که یک زن در خواب به اورگاسم میرسه و در واقع برانگیختگی رو احساس میکنه. این نکته رو بهتره اینجا یادآور بشم که رویای خیس ناشی از خود ارضایی در هنگام خواب نیست و در واقع در اونها هیچ گونه تحریک دستی صورت نمیگیره. برخلاف اون باوری که بسیاری از افراد فکر میکنن که اگر فردی در خواب به اورگاسم برسه و یا به انزال برسه، به این معنی که خود ارضایی انجام داده. همینطور تحقیقات و گزارش دادن که به طور متوسط 8% از این خوابها و رویاهایی که افراد میبینن دارای محتویات جنسی هستن و در تحقیقات متفاوت زنان و مردان هر دو گزارش دادن که حدود 4% از خوابها و رویاهایی رو که میبینن وابسته به رابطه جنسی هستش و به کمک اونها میتونن به اورگاسم و انزال برسن. حقایق و افسانه های زیادی درباره رویای خیس وجود داره که باعث میشه که اگه فرد درباره اونها ندونه، درو حقیقت درباره اونها ندونه، میتونه باعث گیج شدن و یا استراب اون بشه. پس بیاید با هم بررسی کنیم که ببینیم چه باورها و افسانه هایی هستش و درست اونها چیا هستش. 1. رویای خیس تعداد اسپرم رو در مردها کاهش نمیده. برخی از افراد بر این باور هستن که رویای خیس دقیقا مثل خود ارضایی باعث میشه که تعداد اسپرم در مردها کاهش پیدا کنه. با این حال باید بدونید که رویای خیس یک رایی هستش برای سلامت بیضه. یعنی چی؟ یعنی به بیضه کمک میکنه که اسپرم های قدیمی که وجود داره رو خارج کنه و به تشکیل اسپرم های جدید و سالم در بدن مرد کمک کنه. نکته 2، زنان هم میتونن رویای خیس داشته باشن. بسیاری از افراد رویای خیس رو مخصوص به مردها و به خصوص پسرهای نوجوان میدونن، اما زنها هم میتونن رویای خیس داشته باشن. در واقع رویای خیس در زنها میتونه منجر به اورگاسم بشه و همینطور ترشحات اضافی واژن رو یک زن ممکنه در خواب تجربه کنه که ناشی از برانگیختگی در خواب هستش. مردها ممکنه بیشتر مستعد رویای خیس باشن به این دلیل که به طور طبیعی مردها چندین نوز رو در شب میتونن داشته باشن. این به این معنا نیست که رویای خیس فقط منجر مختص به آقایون هستش. 3. رویای خیس ایمنی فرد رو کاهش نمیده. برخی از افراد بر این باورن که رویای خیس میتونه باعث بشه که فرد نسبت مواردی مثل سرماخوردگی، نمیدونم، عفونت ایمنی کمتر داشته باشه.
در واقع این یک افسانه است و هیچ مبنای واقعی و درستی نداره. با این حال، با همونطوری که گفتم، با این کمک میکنه که رویای خیس کمک میکنه به مردها که اسپرم اضافی که در بیضه ها وجود داره خارج کنه و به عملکرد سالمی برای دستگاه تناسلی مردها هستش مخصوصا. 4. رویای خیس فقط در دوران بلوغ و نوجوانی اتفاق میفته. این هم اشتباهه. در حالی که رویای خیس بیشتر ممکنه در دوران بلوغ دیده بشه، اما ممکنه که در بزرگسالی هم برای افراد بزرگسال هم اتفاق بیفته. در واقع رویای خیس در سن بلوغ به دلیل تغییرات هورمونی هستش که رخ میده، چون سطح هورمون ها در بزرگسالی به یک ثبات و یا یک سازگاری بیشتری رسیدن، احتمال اینکه رویاها و یا خوابهای جنسی ببینن کمتر هستش. همچنین ممکنه که رویاهای خیس در دوران نوجوانی بیشتر باشه برای پسرها مخصوصا. چرا که پسرهای جوان ممکنه که اغلب خودارضایی کنن و یا رابطه جنسی نداشته باشن، بنابراین این اسپرم ها نیاز به آزاد شدن دارن که خودشون رو در طول خواب به صورت حالا رویایی که میبینن باعث میشه که آزاد بشه. 5. رویای خیس نشانه یک بیماری نیست. این هم یک افسانه است که خواب دیدن یا به انزال و یا به اورگاسم رسیدن در خواب یک بیماری زمینه‌ای هستش و شما ممکنه که وضعیت پزشکیتون سالم نباشه و یا اینکه اصلا مریض جنسی باشید، ممکن این حرف رو شنیده باشید. در واقع خلاف این موضوع صحت داره. رویای خیس یک اتفاق کاملا طبیعی هستش و اصلا ممکنه نشانه سلامت عملکرد جنسی شما باشه. 6. خودارضایی احتمالاً نمیتونه از رویاهای خیس جلوگیری کنه، در حالی که خودارضایی در واقع ممکنه که تعداد رویاهای خیسی رو که شما میبینید، در واقع خوابهای جنسی که میبینید رو کاهش بده، اما تضمین نمیکنه که فرد هرگز اونها رو تجربه نکنه. شواهدی مبنی بر ارتباط بین در واقع خودارضایی و این گونه رویاها وجود نداره، اما یک فرد میتونه آزمایش کنه تا ببینه آیا در موقعیتش در واقع به موقعیتش کمک میکنه یا نه. مثلا کنید قبل از خواب مدت یک هفته بیشتر خودارضایی کنید، بعد از اون یک مدت مشابه مثلا یک هفته خودارضایی انجام ندید، ببینید آیا تفاوتی در دفعات رویای خیس شما وجود داره یا خیر. 7. رویای خیس آلت تناسلی رو کوچیک میکنه. در واقع این هم مثل باورهایی که در مورد خودارضایی وجود داره. برخی از مردم بر این باورند که رویای خیس اندازه آلت تناسلی فرد رو کاهش میده. هیچ مدرک علمی مبنی بر این وجود نداره که انزال شدن و یا اورگاسم رسیدن شما در خواب میتونه روی شکل و یا اندازه آلت تناسلی شما تاثیر بذاره. 8. برخی افراد هرگز رویای خیس نمیبینن. در واقع رویاهای خیس یا خوابهای جنسی یک اتفاق طبیعی برای مردها و زنها هستش. اونها رو نمیتونید کنترل و یا متوقف کنید و شخص نباید اگر از داشتن اونها در واقع خجالت بکشه. اینکه رویاهای خیس چقدر اتفاق میفته بین افراد متفاوت متفاوت هستش. افراد ممکنه که داشته باشن، مثلا هیچ وقت رویای خیس رو نداشته باشن، فقط چند تا رویای پراکنده در دوران نوجوانیشون داشته باشن، چندین رویای جنسی یا خیس مکرر در دوران نوجوانی داشته باشن که هیچ کدوم از اونها در بزرگسالی براشون اتفاق نمیفته و این رویاها میتونه منظم یا پراکنده در طول زندگی خودشون تجربه کنن. پس تجربیات افراد میتونه متفاوت باشه. نکته نهی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که رویاهای خیس همیشه رویاهای اروتیک و جنسی نیستن. در واقع رویای خیس اغلب با رویاهای وابسته به رابطه جنسی و شهوانی همراه است، ولی همیشه هم صادق نیست. همون اول گفتم فرد میتونه تجربه انزال و اورگاسم رو داشته باشه در خواب بدون دیدن یک رویای جنسی و ممکنه به دلیل تحریکات ناشی از استحکاک با ملافه یا عوامل دیگه‌ای باشه که برانگیخته میشه. پس صرف این که حتما باید یک خواب جنسی ببینید نیست. پیشگیری و مقابله. در حالی که هیچ راه اثبات شده ای برای جلوگیری از رویاهای خیس وجود نداره، تکنیک های وجود داره که ممکنه که اونها رو کاهش بده. با این حال این روش ها ممکن هیچ نتیجه ای رو در واقع هیچ چیز رو تضمین نمی کنه. این چیزایی که من دارم میگم، اگر رویای خیس باعث خجالت و یا ناراحتی یک شخص میشه یا بر زندگی اون یک اثر منفی میذاره، این روش ها ممکنه به کاهش و یا حذف رویاهای خیس و یا انزال و یا اورگاسم شدن در خواب به اونها کمک کنه.
خود ارضایی و یا داشتن بیشتر رابطه جنسی، مدیتیشن یا تمرین های در واقع تمرین ها و تکنیک های آرامش اعصاب قبل از خواب، و یا اینکه صحبت کردن درباره این رویاهایی که میبینه با یک روانشناس. در واقع فردی که این گونه رویاها رو داره و به اورگاسم یا به انزال میرسه و در خواب اونها رو تجربه میکنه، باید بدونه که یک اتفاق کاملا طبیعی هستش. اورگاسم در هنگام خواب یک واکنش غیر عادی نیستش و غیر ارادی هستش و شما نمیتونید از اون جلوگیری کنید و نیاز این که بخواید خجالت بکشید رو نداره. در واقع دیدن رویاهای خیس نشونه این نیست که فرد به اندازه کافی رابطه جنسی نداره یا از شریک جنسی خودش در واقع ناراضی هستش. فردی که در بزرگسالی این تجربه رو داره و به طور منظم تجربه میکنه، باید به صورت راحت و باز با شریک زندگی صحبت کنه در مورد تجربیاتش. این میتونه استرا و هر گونه خجالتی که ناشی از اینها هستش رو کاهش بده، و شخصی که از رویاهای خودش شرم زده و خجالت زده هستش، شاید اون باشه که بخواد با یک مشاور و یک روانشناس صحبت کنه. به صورت خلاصه، همه افراد رویاهای خیس و یا انزال و یا اورگاسم رو در خواب تجربه نمی کنن، اما برای افرادی که چنین ممکنه که به خجالت باشه، ولی باید بدونن که این بخش مهمی از زندگی جنسی و بخش سالمی از زندگیشون هستش. در واقع رویاهای خیس اغلب با مردان نوجوان مرتبط هستش، اما هم مردان و هم زنها میتونن اون رو تجربه کنن و بعد از بلوغ هم میتونه ادامه داشته باشه. ممنون که با من همراه بودید. لطفاً اگر احساس میکنید که این ویدیو برای فردی میتونه مفید باشه، حتماً با اون به اشتراک بذارید. فراموش نکنید که سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم روشن کنید که به محض اینکه ویدیوی جدیدی آپلود بشه به شما اعلام بشه. مثل همیشه فراموش نکنید که این ویدیو رو لایک کنید و در قسمت کامنت ها نظراتتون رو برای ما به اشتراک بذارید. من مشتاقانه نظرات شما رو میخونم. ممنونم.